درود دوستان، اگر اوایل صبح در اطراف خودروی خودتون بوی بنزین احساس کردید و یا اینکه زمانی که استارت میزنید در اول صبح احساس میکنید بوی بنزین به مشامتون میرسه، یکی از دلایل اون میتونه خرابی کنیسر یا شیربرقی کنیسر باشه. توی این ویدیو قرار با هم دیگه کنیسر و شیربرقی کنیسر رو بررسی کنیم. بریم با هم دیگه روی میز کار و این دو قطعه رو زیر ذره‌بین ببریم. خب دوستان، کنیستر، این قطعه اسمش کنیستر هستش. ببینید کنیستر کلان کن به معنای ظرف هستش دیگه، یک ظرفیه، یک در واقع محفظه‌ایه که درون اون در واقع زغال‌های فعال وجود داره، یعنی بخارات بنزین وارد این ظرف میشه و درون این بخارات، درون این زغال‌ها اسیر میشه و در واقع این کنیستر اونا رو جذب و نگهداری میکنه. ببینید زمانی که باک بنزین پر نباشه و اثر تغییرات دما، بنزین تبخیر یا تقطیر میشه. خب و این تبخیرات از طریق مسیرهایی که در واقع یا مجراهایی که خود باک وجود داره، حتی از درب باک خارج میشه و به هدر میره در واقع این بخار بنزین. برای جلوگیری از این کار اومده یه سیستمی طراحی کردن به نام کنیستر که این بخارات بنزین به وسیله یک لوله و یک مجرا به درون این در واقع کنیستر وارد میشه و تا در واقع مرکز زغال ها این بخارات وارد میشه و درون این زغال های درون این مخزن در واقع اسیر میشه و نگهداری میشه، جذب و نگهداری میشه. خب تا اینجای کار اساس عمل کرد در واقع کنیستر رو خدمتون توضیح دادم. خب این بخاراتی که درون کنیستر در واقع جذب و نگهداری میشه، در صورتی که در مواقعی که لازم باشه توسط ECU ارسال میشه و با فعال شدن شیربرقی کنیستر برای استفاده در محفظه احتراق از طریق مانیپول هوا از این مجرا رها میشه و از طریق شیربرقی کنیستر وارد مانیپول هوا میشه و درون محفظه احتراق وارد میشه. در بعضی مواقع این زغال ها دیگه خاصیت خودشون از دست میدن، کیپ میشن، پر میشن، خراب میشن، دچار در واقع فرسودگی میشن که اون باعث میشه دیگه این بنزین این تب بخار بنزین درون این کنیستر جذب و نگهداری نشه. این عامل باعث میشه که شما بوی بنزین در اطراف خودرو متوجه بشی، چرا که بنزین وقتی وارد این کنیستر نشه، این مخزن نشه، از طریق مجراهای مختلفی از اطراف باک خارج میشه و این عاملی میشه که شما بوی بنزین رو احساس کنید. خب اما شیربرقی کنیستر، ببینید شیربرقی کنیستر در واقع یک سولنوئید برقیه که توسط ارسال در واقع برق 12 ولت این بوبینش باز میشه و این مجرا برای خروج بخار بنزین آزاد میشه. خب اولا که دو پایه هستش، پایه مثبت 12 ولت و منفی، مثبت 12 ولت از ریلی دوب میگیره و منفی هم از ECU. زمانی هم که ECU این شیربرقی کنیستر رو فعال کرده، با استفاده از پارامترهای سنسور اکسیژن متوجه میشه که نسبت استکیومتری متفاوت شده و مخلوط غنی شده. به همین خاطر هستش که ECU پاشش انجکتورها رو کمتر میکنه تا مصرف سوخت هم از این طریق کمتر بشه. خود کنیستر ممکنه در محفظه کاپوت باشه یا در قسمتی که شلگیر قرار داره، تو بعضی مثل 405 در قسمت شلگیر قرار داره و در واقع با اصلی یه شلنگ به شیربرقی کنیستر متصل میشه و از طرف دیگه یه شیربرقی یک شلنگ لوله هم به مانیپول هوا راه پیدا میکنه. دقت کنید که ورودی و خروجی بخار بنزین از این سمت ورودی اون هستش در کنیستر و از این سمت خروجی اون هست، یعنی سمت سوکت خروجی هست. خود در واقع شیربرقی هم یک فلش دارن که اگه دقت کنید مشخص میکنه که این ورود و این خروج بخار بنزین است. این قسمت ها هم یکی از در واقع لوله های ورودی به کنیستر هستش
و این هم لوله خروجی به سمت شیربرق. این قسمتی هم که از پایین هست برای زمانی که خروجی باز میشه و هوا با از پایین باعث بشه که این بخار بتونه حرکت کنه، این قسمت رو تعبیه کردن. همچنین در صورت خرابی شیر در واقع کنیسه، این مجرا هم ممکنه در از درون این مجرا بنزین هم به بیرون ریخته میشه. حالا بیایید با هم شیربرقی کنیسه رو تشریح کنیم. ببینید، عرض کردم شیربرقی کنیسه یک سلونوید برقی هستش. من اینو باز کردم، نگاه کنید قسمت خروجی اون، این هم در واقع همون سلونوید یا در واقع آهنربا که دور اون یک سیم پیچی هستش قرار داره که ورودی هوا رو باز و بسته میکنه به وسیله برقی که بهش وارد میشه. اگه دقت کنید اینا نگاه کنین، فنری که وسیله اون بوبین عقب و جلو میشه، این هم محفظه در اون قابل در واقع پوششی سلونوید، و این هم همون سلونوید اصلی که درون یک سیم پیچ اطراف اون قرار داره و این سیم پیچ در واقع باعث ایجاد میدان مغناطیسی و باز و بسته شدن بوبین اون میشه. دو مدل تست داره شیربرقی، یکی این که شما همیشه در صورتی که برق وصل نباشه به در واقع شیربرقی فعال نباشه، دستور ایسیو نباشه، هیچ گونه عبور جریانی نباید داشته باشه. یعنی شما اگر باد رو از اینجا وارد کنید، فشار باد رو وارد کنید، از اینجا نباید خارج بشه. پس یکی از تستای اون تستی که شما باد رو از اینجا وارد کنید، ببینید آیا از اینجا خارج میشه این باد، فشار باد، یا نه. تست دومی که وجود داره برای این شیربرقی تست عمومی هستش. پایه های در واقع شیربرقی باید مقاومت 25 اوم بین اونها باشه. مقاومت 25 اوم. ما این مقاومت رو اندازه‌گیری میکنیم. مقاومت 25 اوم بین پایه های 1 و 2 شیربرقی کنیسته. دقت میکنید 35 اوم. به همین دلیل هستش که این شیربرقی تعویض شده و خراب بوده. در صورت خرابی شیربرقی هم ایراداتی و علائمی وجود میاد. ممکنه ماشین خود به خود گاز بخوره. چرا؟ چون از به صورت یک سره از این در واقع شیربرقی هوا وارد منیفولد هوا میشه و خود دچار گاز خوردن میشه. همچنین توی دستگاه دیاگ ثبت خطا و روشن شدن چراغ چک رو داریم و همچنین که به هم خوردن نسبت استیکیومتری در پارامترهای دستگاه دیاگ رو میتونید مشاهده کنید. خب دوستان، با همدیگه کنیستر و شیربرقی کنیستر رو بررسی کردیم. ببینید دوستان، یه سری نکات هست که باید حتما خدمت نهاش کنم. درصد خرابی شیربرقی کنیستر و یا عمر خود کنیستر، عمر کنیستر خیلی بالا هستش، معمولا 8 سال 5 تا 6 سال، البته تو خودروهای صرف کمتر هستش چون جنس قطعات در و کیفیت قطعات بسیار پایین است. شیربرقی کنیستر هم که در واقع خرابی اون خیلی کم پیش میاد، مگه اینکه در واقع بوبین اون دچار سوختی ولتاژ کم و زیاد بشه در ارسال برق و ولتاژ به شیربرقی. و همچنین یکی دیگه از علائم خرابی صدای تیک تیکیه محسوسات مداوم از این شیربرقی به گوشتون میرسه. زمینه که شیربرقی در صورتی که خراب باشه، همیشه یادتون باشه اولا مقداری مصرف بنزین افزایش شده، از طرفی ممکنه در واقع بوی بنزین به مشامتون برسه و همچنین در بعضی موارد هم شیربرقی کنیستر باعث میشه
محفظه احتراق مخلوط قنی‌تر بشه و سنسور اکسیژن به اشتباه بیفته و این عامل باعث میشه که همچین چراغ چک روشن بشه. نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم که جنس قطعات خیلی مهم هستش و تو انتخاب در واقع قطعی که مورد نیازتونه مخصوصا شیب برقی پنسر دقت کنید، از تعمیرکاران و همکاران محترم من حتما مشورت بگیرید و بعد خرید کنید. همچنین نکته پایانی هم که ازتون خواهش کنم در صورتی این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنید، کامنت کنید، سوالاتتون رو از من بپرسید، در صورتی که احساس می‌کنید ممکنه به درد دوستان دیگه هم بخوره براشون ارسال کنید. موفق و معید باشید.